به نام خدا. سلام بچه عزیز، امروز میخواییم قسمت اول نکته تست های مرتبط با حد، مجانب و مباحث حد در بی‌نهایت و حد بی‌نهایت رو با همدیگه پی بگیریم. یه چند تا نکته توپول هم براتون آماده کردم که ارتباط با هم ارزیا داره که حتما توی تست ها به کار شما میاد و باید ازش استفاده کنید، چون نمونه های قبلی کنکوری هم زیاد داشته. بریم امروز جلسه سنگینی براتون تدارک دیدم، پی بگیریم ببینیم چیا رو میتونید به عنوان نکته یادداشت کنید. هر وقت از شما نقطه تلاقی مجانب های یه تابعی که روش چهار عمل اصلی جمع و تفریق و ضرب و تقسیمه یا حتی FOG GOF هست میخواد، بیا اول یه زحمت بکش خود این تابع جدید رو اول بر خود پیدا کن. یعنی اگر شما قشنگ F مینایجر رو برام پیدا میکنی، چهار عمل اصلیش رو انجام میدی، ساده کاری میکنی، به تابع جدید میرسی، حالا تون تابع جدید میری مجانب ها رو برام پیدا میکنی، مجانب افق داره پیدا میکنی از حد اصطلاحا در بی نهایت، مجانب قایم هم که مخرج مستوصف که صورت این را صفر نکنه تو کسر هم رخ میده دیگه، اونم پیدا میکنم طبق اطلاعات خود این سال. الان میگه نقطه تلاقی داره، یعنی حتما شما یه افقی داشتی، یه قایم هم داشتی که اینو با هم یه نقطه تلاقی اون وسط داشتن تو گزینه ها گذاشته دیگه. پس اینو حواستون جمع باشه، اولین چهار عمل هستی، یعنی انگار شما اول کار یه خورده ریاضیات پایه کار میکنی، جمع و تفریق کسرا داری کار میکنی، این کار انجام اول بدیم. یعنی فعلا ربطی به مجانب نداره. سوال من چی هستش؟ آقا اف مین های جی چهار عمل هستی کسراست، اف رو مخرجش رو قشنگ ساده کن برای مخرج مشترک آماده نگرش دار. این از این تجزیه شد، مخرج این بالا هم چی داری؟ ایکس به چند؟ 11. مین های این هم ایکس مین چند؟ 4. مخرج مشترک ایکس مین های 4 ایکس به اضافه 1 هستش که می‌نویسم برای بالا که ایکس به اضافه 11 مین های 3 تا این 3 رو ضرب می‌کنم. مین های 3 ایکس مین چند؟ 3. نیا کن چی شد؟ بالا منفی 2 ایکس به اضافه چند؟ 8. پایینم اینجوری. ساده کاری داره؟ آره هنوزم داره. بالا یه مین های 2 بگیری ایکس مین های 4 تو پایین خدافیزی میشه. نیا کنیم اینجا هم x مین های 4 x به اضافه چند؟ 1. این مدل این رفت. آها این تابع y شما یعنی f مین های g تون بالای مین های 2 داره، یه دونه x به اضافه چند، راجب این داری صحبت میکنی. خب راجب این اگه مجانب قائم میخوای که گیر میدی به مخرج موسوی با صفر، x رو پیدا میکنی منفی 1 تمام، این مجانب قائم این تا اینجا گذن یک یا دو. اگه مجانب افقی میخوای باید حد بگیری ایکس به سمت چی؟ بی‌نهایت. بیشتر درجه بیشتر درجه، یعنی مین های 2 ایکس هم، یعنی مین های 2 بی‌نهایت هم، یعنی صفر. پس ایگرگ مساوی با صفر هم برای شما میشه چی؟ مجانب افقی. اون نقطه تلاقیشون میشه نقطه مین های 1 صفر که تو گزینه چند هستش؟ گزینه 1. تمام؟ بریم بعدی. خب شماره 2. آقا حد این عبارت میخوام دو چپ. میدونی چرا دو چپ آورده دیگه؟ وجود قدر متق. حتما دو اینجا رو صفر میکرده که قدر متق داری تو چپ و راست برات مهمه. وگرنه اگه این دو اینجا رو صفر نکنه که چپ و راستی براش مهم نبوده. حتما صفر میکرده. یعنی 4 مینای 2 مینای 2 صفر میکرده. پس من باید بفهمم که این علامت مثبت بذارم قدر رو بردارم، علامت منفی بذارم قدر بردارم. همیشه هماهنگ با این نیست ولی به کمک اینه. اون توی قدم تقا اگه تونستی ذهنی بگی که هیچ چیز ذهنی میگی از منفی میشه مثبت میشه قدر برداری، روشن شد؟ اما اگه نتونستی راه کار مطمئنی که جدول بکشی، یه جدول تعیین علامت بکش بفهمم سمت چپ دو علامت چیه، قدر چیکار کنم. بقیه‌اش که دیگه صفر صفرومه، معمولا میریم سراغ هوپیتالی مزوجی چیزی دیگه تو این بازی دیگه. هوپیتال ما بلدیم دیگه، هوپیتال چی هست میگفتیم آقا صفر صفرومه، مشتق دم دست که بلدی، مشتق صورت جدا، مشتق مخرج هم جدا، بریم مثلا کاراش رو انجام بدیم. باش بریم ببینیم چه. حتی اول قدر رو با هم خلاص میشیم. آه داری قدر رو خلاص میشی، بذار ببینم x دو مین های x مین های دو رو مساوی با صفر بذاری، دو کناری وسطیه. آره یکیش چی میشه؟ منفی. یکیش چی میشه؟ منفی 3 مین چند؟ 2. انتظار داشتم یکیش 2 بشه. یه جدول بر من بدی مثبت منفی مثبت، چپ دو رو میبینی علامت چی خورده؟ منفی خورد. پس واقعا منفی بوده. یعنی من حدم دیگه ایکس به سمت دو چپ که شما راجع بهش صحبت کنید یه منفی داره، یه منفی میذارم و این قدر رو برای خودم بر میدارم، اینجوری مینویسمش، اینجوری بی قدر دیگه. تموم شد. این اگه صفر صفرم، اگه چک کنی صفر صفرم. حالا برای صفر صفرم بهترین کار اونم سر تست و این حرفا هوپیتال، مشتق صورت جدا، مشتق مخرج هم جدا، جدا جدا دارم سوال مشتق. مشتق صورت خیلی دم دسته میشه 2x مین چند؟ 1. مشتق مخرج این دیگه اش که 2 مین های
آقا هر رادیکالی مشتقش چی درست میکرد؟ یه دونه کس درست میکرد. بذار یادآوری کنم، رادیکالیوم مشتقش چی بود؟ یه کس میشد، دو برابر کس تو مخرج، مشتق توش اون بالماله ها. این مشتق کس بود دیگه. الان اینجا چی میشه برای شما؟ این دو برابر خود اینو بفرست تو مخرج، x تو بذار چند 12، مشتق داخلش هم میشه چند 2x. توی این من میخوام عدد گذاری کنم. حالا یه ریس ساده کاری هم داریم. خب چی میخوام بذار؟ x چی؟ x بسام چند بود؟ 2 دیگه، 2 بذارم دیگه. 2 بذار ببینم. 4 منهای 1 چند میشه؟ اینجا 3. این که 2 منهای اینجا هم 2، 2 بذارم 4 بذار به 12 16، رادیکال 16 میشن 4. تمام داش. این 1/2، 2 منهای 1/2 میشه چند؟ 3/2. 3 ها کنسل، منفی 2 تو گزینه ها، گزینه چند میشه؟ گزینه 2 تمام شد. اوپیتال مشتق صورت جدا، مشتق مخرج هم جدا، مخصوص حد 0/0 ها، که اونجایی که شما مشتق میتونی بگیری دم دستی ها رو از این کار انجام بدی دیگه، به جای اینکه تجزیه کنی مزدوج ضرب کنی و عین بازی ها. بریم اینجا. حالا شماره 3. شماره 3 از اون حد معروف هاست به نظر من، و دانش آموزا باید این سبک حد دو رو مخصوصا دانش آموز ریاضی اون بلد باشن. اول این صفر بذارم میشه 0/0. ببین کسوس صفر چنده؟ 1. کسوس صفر چنده؟ 1. 1 منهای 3، پایین هم 1 منهای میشه 0. خب یه راهکاری که اینجا رادیکال داری و اینا، مزدوج ضرب کنی، بعد بازی با اتحادهای مثلثاتی پیش میاد، اون بازی با اتحادهای مثلثاتی هم پیش ببری جلو، برای خود ساده کاری این چنینی پیش میاد، و بعدش بشینی انشالله با یه نگم اون 3-4 دقیقه، بیشتر از 3-4 زمان بره ساده کار مثلث انجام بدی به جواب برسی. من جرأتش ندارم برم سر تست حد در سراغ. یه راه کار دیگه هم هست که به یک زحمت دیگه بکش، از اوپیتال استفاده کنیم. خب آره خوبه، ولی خب اینا چند تا رادیکال پشت سر همه، بعد از اوپیتال استفاده کردن مسلمه یه خورده آدمو اذیت میکنه، مثلا که این بعد اینکه اوپیتال استفاده میکنه دوباره 0/0 میشه، بعد دوباره اون 0/0 یه مشتق دیگه هم بگیریم چک کنیم. یه راه کار دیگه بهت یاد بدیم. آقا همارزی مثلثاتی توی کسموس ها چی بود؟ بسم 0. همارزی چیه؟ ببین من فقط تو تست دارم صحبت میکنم، غالب تست فقط اینکه زمان تستنی دفترش پیدا کنه و سلام توی نهایی ماهی استفاده نکنی. داستان همارزی چیه؟ هر وقت من یه عبارت توپولیموپولی رو ور میدارم میذارم کنار، یه عبارت سایتر میذارم به جاش که کارم رو سایتر انجام بده، محاسباتم رو سرعت بهش بده، اون وقت میگیم شما همارزی استفاده کردی. روشن شد؟ چه سایتر به گزینه برسم. حالا ما همارزی چند تا داریم؟ بی شمار تا. همش رو میخوایم؟ نه بابا، یه 3-4 تا دم دستی مثلا تو نظام جدید استفاده کنی کار تمومه. نظام قدیمی هم نیستیم که خیلی همارزی پیشرفته آنچنان حفظ کنیم. ما عدید همارزی خیلی 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 ضعیفش رو میخوایم. قوی ها رو نمیخوایم اصطلاحا، یعنی خیلی همارزی لازم نداره شما یاد بگیری. یه 3-4 تا دم دستی رو بهتون آموزش بدیم، ما همون کارت خودت رو راه میندازیم مسلماً. همارزی کسوس چی هستش؟ ببینید بچه‌ها، برای کسوس یه همارزی می‌نویسم، اون وقتی که صفر میشه اونم اینه، میگم هر جا دیدی کسوس یو داری، کسوس یک عبارت داری و این یو به سمت چند صفر، یعنی داخل این صفر میشه، مهم نیست ایکس به سمت چند، مهم اینه که داخل کسوس صفر میشه، بیا یه نماد همارزی بذارم برات، بنویس یک منهای یو دو دوم، یعنی این به توان دو دوم. احیانا این کسوس مثلا توانی چیزی هم داشت، مثلا یه توان کا داشت، اینجا کا بذاریم. اینو به عنوان ساده ترین هم ارزی مثلا کسینوسی چیکار کنیم استفاده کنیم. آره سینوس تانژانت اینا هم داریم که به وقت شده برخورد کردیم اشاره میکنیم بهش دیگه، اونجاها مشکل خاصی با هم دیگه نخواهیم داشت. اما کسینوس خیلی مهمتره تو این هم ارزی مثلثاتی، و اونو برای شما اینجا چیکار کردم نوشتم. یک منهای یو دو دوم، بعد توان هم داشت بزن بالا. خب خیلی سخته واسه نه نگاه کنی اینجوری استفاده میکنم من. لیمیت یک منهای اینجا هم یک منهای یک منهای کلا کسینوس دیگه، کل کسینوس رو نمیشم یک منهای پایینی یه دم دستیه که اینجا داری راجبش صحبت میکنی. این خود این کسینوس، خود این کسینوس میشه چی؟ یک منهای x دو دوم. این یک منهایی که مال خود سوال بود، هر کسوس رو نمیشه یک منه x و دوم. توان که نداره، نه اینجا هیچی نمیذاری بر من. ساده کاری چی میشه؟ ساده کاری اینجا یکا با یکم رو میشه قشنگ x دو دوم. این میشه همارزی، یعنی به جای این عبارت تو بنویس x دو دوم. باشه اینو چیکار کنم؟ کسوس دیگه این یک منهایش گذاشتم اینجا با این رنگ برسم یک منهایی. آقا اینم x دو دوم.
آره این یک میلیون ایکس دوم توان کسوروش چند نمیگی؟ یه دوم رادیکاله دیگه، توانش یه دوم. بیا یه بر یه دوم بذاریم بغل. بیاییم گفتیم توان کسوروش این کار رو بذاریم بغل، بغل این گذاشتن اینجا هم میدونستم یک مین های این هم کسوروشه یو دو، این یوه، این یوه سه ایکس ها، نو ایکس دو چندم دوم، یو دو دوم. آقا توان داره کسوروش، اشکال نداره بذاریش اینجا، این یک دوم بذار اینجا. خب ساده کارا رو ببین، نکن این یکه با این یکه خدافظ. تو یه منفی x دو چهارم داری، منفی در منفی میشه مثبته، اینم 9 x دو چهارم داری. الان خوب دقت کنی، بالا x دو پایین x دو، همه x دو خدافظ. منفی 1 چهارم با 9 چهارم میشه 8 چهارم. بذار این x دو شم بنویسم اینجا، من مثبت 1 دوم x دو، x دو میره، x دو میره، این میاد بالا، بالا که 2 2 دو تا میشن تو 4 تا دیگه، تموم شد دیگه جواب. حتی پیدا کردی شما 4 گذاشتم میذاری برای من 1. ساده ترین همارزی مثلثاتی این، یا بهتره که مهمترین نگم ساده ترینش، مهمترینش این همارزی مثلثات کسوروسه که یک منو دو دوم به جای هر کسوروسی می‌رسی، به شرطی که داخل کسوروس چی باشه؟ صفر. نگفتم x دو دوم، گفتم به این یو به توان دو دوم، بعد توانم داشته باشه توان میذاری کنار دست. این خیلی سریعتر شما رو به جواب میرسونه توی تستا. بریم شما 4، شما 4 همارزی داد آقا fx x به سمت نمیدونم صفر چپ، یه همچین تابعی این fx، یه چیز دیگر هم میخواد، fx من x رو میخواد. خود fx رو بدیم من میفهمم، نه اصلا ول کن، فکر کنید fx من میفهمم صفر بیشتر میاد اینجا، رادیکال یک من صفر میشه حدش میگی یک، صفر کمتر میاد این شاخه رادیکال، منفی رادیکال یک به اضافه صفر میشه منفی یک میشه حد چی چپش. خود صفر رو میدونم داستان صفر راست و صفر چپش چیه، این یه اف ایکس دیگه ایه، یه تابع دیگه ایه برای شما. صفر رو بذارم اینجا میشه صفر، اینجا یک صفر منهای صفر، صفر تولید میکنه. چه نوع صفری که کدوم شاخه برم اون مهمه. چجوری باید این بفهم؟ دو تا مدل بهت کار یاد میدم. یک، یه مدل نسبتا تفسیری که قشنگ بفهمی داستانش چیه، برای یه خورده سریعترم جفت جور میکنیم. ببین انجام، تو این صفر رو میذاری اینجا، من میدونم الان شما صفر بذاری اینجا اف صفر میشه اف صفر، اف صفر خالص نه ها، حدی داریم راجع به حدی صحبت میکنیم، حد میگیریم ایکس مثلا صفره، خود صفر که اون پایین مثلا کجاست، گزینه مثلا چی میگن شاخه دوم میشه دیگه، تو این شاخه خود صفر میشه حساب کرد، حدی نمیدونم شاخه بالا یا شاخه پایین. بیا زحمتی بکش این ایکس منهای ایکس رو بر من تعیین علامت کن. چجوری؟ هیچی، یه فاکتورایی بگیر مصبا صفر بذار، ایکس ها تو پیدا کن، یه صفر این میده، یه دونی یک کمین هایی یکی همی یکی میده، یه جدولی بکش بر من، منفی یک صفر یک، جدوله رو بده بیاد. خونه اول مثبت میزنی تقویم میانی اقعب منفی مثبت منفی اینجوری دیگه، تعیین علامت کردم دست نکنه. من صفر چی رو میخوام صحبت کنم؟ صفر چپ، صفر چپش این علامت رو خورده درسته؟ شما پس صفر چپ علامت مثبت خورده، سمت چپ صفر علامت مثبت خورده. چی گفتم؟ هی دارم تکرار میکنم، میبینی 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 آه آه آه. سمت چپش از صفر بیشتر، یه نه صفر بیشتره، تازه فهمیدی کدوم شاخه رو بری، کدوم شاخه رو بری، بالا یا پایین؟ بالایی رادیکال یک من های چند، ایکس توش هم باید صفر بذاری، اینم صفر گذاشتم و جوابش میشن یک. روشن شد؟ یعنی من به کمک این جدوله، این تیکه که شما جدول کشیدی مهمه دیگه، این تیکه که اینجا جدول کشیدی، به کمک این جدول فهمیدم که سمت چپ چه علامتی برای این تولید شده این صفر بذارم اینجا. خب این خیلی خوب فهمیدم، ولی راهکار سعی که میگفتی چیه؟ ببینیم بچه ها، ما توی حدها، حد در بی نهایت میگیم بیشترین درجه که اصلا به خصوص بیشترین درجه صورت انتخاب میکنیم، بیشترین درجه مخرج هم انتخاب میکنیم، یعنی تو حد در بینایت بیشترین درجه ها رو انتخاب میکنیم، بعد به عنوان مثلا همارزی برمیدیم به جای کل تابع میذاریم. اینم یه جور همارزی، آره کتاب اسمش رو نیاورده ولی ازش استفاده که میکنه که یه جور همارزی، یعنی هر وقت یه چیزی تو ور میدیم تابع کاتکولوف رو ور میدیم به جای تابع ساده تر میذاریم، تو رو سریع به جواب میرسونیم، میگه همارزی رفتی دیگه. خب تو کتاب این کار انجام میده، برای چه تابهایی؟ برای موقعی که حد در بی نهایت باشه، بیشترین درجه، بیشترین درجه جمع جور میکنه خلافز. حالا همینو یه خورده حرفه تر یاد بگیر، اگه یه حد در صفر باشه، شما به جای استفاده از بیشترین ها از کمترین درجات استفاده کن. ببین پس حد در بی نهایت رو میگم چی استفاده کن؟
بیشترین درجات یک چند جمله بنویس، حد در صفر رو میگم چی کمترینا رو بنویس. انگار مثل میمونیم فیل و مورچه، بهش من سر کلاس بهش میگم هم از فیل و مورچه مثلا. خب حالا اینی که داره میگی اینجا استفاده میشه. آره حل دوباره، آقا من میدونم x به سمت صفر چپه، f این چند جمله تو صفر این درجهش بیش کمتر کم مهمه، این کمتر، یا میگی با ضریبش بنویس بده اینجا. آه نوشتم، پس میشه f منفی xش رو میخوام صفر چپ بذارم. آقا صفر چپ از صفر کمتر یه منفی ضرب بشه میشه از صفر چی بیشتر دیگه. خب از صفر بیشتر شد همون که میخواستی، یعنی تو الان فهمیدی دوباره کدوم شاخه رو بری شاخه چی بالاییه یک منهای x توش صفر میذاری میشه یک منهای صفر، جوابش هم چند پیدا میشه یک، دوباره به همون جواب رسیدی. پس یه همارزی اینجا یاد گرفتی، شبیه همارزی که کتاب خودش استفاده میکنه، اون همارزی در بی‌نهایت بیشترین درجات، این همارزی در صفر کمترین درجات. بریم شماره بعدی. اف ایکس داده به من تابع کسری، بعد جی ایکس تابع دو به تابع نمایی، ها جی اف ایکس حدش تو یک راست رو میخواد. این خیلی سوال مهمیه و حتما یک دوباره علامت بزنید خودتون حل کنید. از اون سوال توپولاس به نظر من، از اون تو شروع میکنیم میایم بیرون. حتی یعنی من این یک راست رو فعلا میرم داخل اف، راجب اف حرف بزنم، بعد جوابش رو میبرم داخل چی جی. روشن شد؟ فکر کنم دو تا حد باید بگیر پشت هم دیگه، فعلا از اون داخل صحبت کنیم، اف رو تو یک راست با هم حرف بزنیم. باش حرف میزنیم فعلا. پس اینجا شد دیگه، اینجا یک راست میره داخلی. آها یه لیمیت بده بیاد x به سمت یک راست. فکر میکنم بچه های حرفه‌ایمون تشخیص دادن که اینجا میشه تجزیهش کرد، x منهای یک اینجا x منهای سه. وقتی شما یک میذارین اینجا بالا میشه دو به ضرب پنج میشه چند هفت، یک میذاری اینجا میشه منفی دو، اینجا یک میذاری جواب میشه صفر. چه نوع صفری؟ آقا از یک بیشتر منهای یک میشه چی؟ از صفر بیشتر، اینجا از صفر بیشتر میفته. آها درست شد؟ حالا مخرج چون یه منفی هم ضرب میشه توش میشه صفر کمتر، هفت عدد مثبت صفر کمتر، شما جواب میدید به من چی؟ منفی بی‌نهایت، داخلش شد منفی بی‌نهایت. خب این حد تغییر میکنه دیگه، الان جی ایکس هستی انگار، اینجا اینجاش ایکسه، ایکسش به سمت منفی بینه. این توشو جوابشو بده کردی منفی بینه، یعنی توشو من گرفتم برای خودم، اصلا اسمشو بگیرم اف، توش اسمش اف بود، اف دیگه جوابش شد می‌نویسم اف به سمت منفی بینه، اینجوری می‌نویسم حدمو، یعنی اسم داخلی اف بود جواب اف شده چی منفی بینه. روشنه؟ خب پس یه حد جدید داری. باش آها f رو میخوام بذارم داخل g، اینو میخوام بذارم داخل g، ببینید دو به توان چند f دیگه، اینا دو به توان f گذاشتم، منفی بی‌نهایت بدم بهش. خب بده دیگه، بده بیام میگیم دو به توان منفی بی‌نهایت چی میشه؟ حالا اینجا اون تاب نمایی به کار اومد، تاب نمایی تو حدهای در بی‌نهایت خیلی کار جالبن دیگه، تابای لوگاریتمی بیشتر تو حد بی‌نهایت مهمن. تو اگه y مساوی با a به توان x رو تو ذهنت داشته باشی، یادت میاد که من دو تا مدل تابع برات رسم میکردم، یه مدل تابع مدل صعود، یه مدل نزول رسم میکردم، اینجا هم یک بود. اینه این مال موقعی که پایش از یک بیشتر باشه، این مال موقعی که پایش بین یک تا چند باشه صفر باشه، مدل صعود و نزول. حالا این که پایش از یک بیشتره تو مثبت بینات میره، مثبت بینات تو منفی بینات به صفر نزدیک میشه، این چی؟ اون که پایش بین صفر تا یک تو مثبت بینات به صفر نزدیک میشه، تو منفی بینات به مثبت بینات. اینو پس به عنوان الگو تو ذهنم دارم. خب حالا دو که توان خورده از این نمودار پیروی میکنی یا یکی؟ شما میگی از این نمودار، چون دو بیشتر از یکه، از این نمودار پیروی میکنی به سمت منفی بی‌نهایت، این عقب مقابل به چی نزدیک میشه؟ میگی به صفر نزدیک میشن، یه صفر میندازی جلوش و تمام میشه. گزینه‌ای که میذارم گزینه چنده؟ یک. بریم بعدی، بریم بعدی شما چند؟ شش. آها نمودار تابع y مساوی با حالا x به اضافه x پایینم x به اضافه x اطراف مجانبه چی قائمش رو میخواد ببینید چه شکلی. چهار تا گزینه هست که شکل های رایج مجانب قائم رو تو چپ و راست برای شما کشیده. من بفهم سمت راست میره مثبت بی‌نهایت یا میره منفی بی‌نهایت، سمت چپ میره مثبت بی‌نهایت یا میره منفی بی‌نهایت، اینو باید تجزیه کنم. اول مجانب قائم رو پیدا کن. آقا میام میگم مجانب قائم معمولا تو کسری ها، معمولا تو کسری ریشه مخرجه، معمولا دیگه ریشه مخرج x به اضافه x مساوی با صفر، x فاکتور میگیری x2 به اضافه 1 مساوی با صفر، اولی مساوی با صفر 1x، دومی میشه x2 منفی 1 غیر ممکنه، اینو بی خیال. همین میشه مجرم قائم دیگه، صورت رو هم که صفر نمیکنه که، نه صفر نمیکنه. خب تمام شد.
حالا اطرافه، پس تو یه خطی داری x مساوی با صفر اینجا موجب قائمه. سمت راستش رو با هم چک کنیم، لیمیت x به سمت صفر راست. بالا بذار اصلا بالا رو این پایینو مثلا فاکتور گرفته شده رو بریم سمت دیگه. نظرت چیه؟ اینم فاکتورش گرفتم صفر راست اینو برس کنم. بالا صفر بذارم میشه یک، اینجا هم صفر بذاری میشه یک، اینم که صفر چیه؟ راسته. جواب پایین میشه صفر راست، اینجا میشه مثبت، یعنی سمت راست برو مثبت بینهایت، برو بالا بالا ها. بفرما سمت راست برو بالا بالا ها، نه بعد بخوره بهش ها، تا وجه که میشه لب به لب نصرا بیاد چرا نزدیک شدن اتیاد یه ماجیک کارش میشه کرد. ببریم اینجا همینو دیگه، همینو میخوام مطالعه کنم برات دیگه. دیگه آخه نه بعد دوباره می نوشتم، نوشتم یک، اینم یک، این صفر چپه. خب اینجا میشه مخرج صفر چپ و جواب میشه چی؟ منفی. یعنی چپ برو پایین، چپ یه برو پایین میریم. گزینه بزنی یعنی کدوم گزینه شد؟ اون باره گزینه سه میشه دیگه انتخاب من. اینم از این سوال. بریم بعدی، شماره هفت. حاصل حد عبارت این پی دوم راست، پی دوم الان 90 بذارم پایین میشه یک میره یک صفر، بالا میشه سفر. این صفر صفرومه. اوبتال بلدی چی بلدی؟ پی دوم دیگه، هر کاری دوست داری بکنی. فقط آن مزوجه هم میتونی ضرب کنی، یک مینه سینوس داری یک بزا به سینوس ضرب کنی، ساده کاری پیشی بیاد. بزن از مزوج بریم یه خورده، مثلا حالا یه فاز کتابی هم ورداریم برای اینو که مثلا یه وقت بعد این دارش رو سر نهایی نمیشه. این که صفر صفر روم شد، میام چیکار میکنم؟ صفر صفر روم دیگه. این مدل ساده کاری شبیهش توی تمرین کتاب درسی سال دهم هست. این مدل ساده کاری که میرم مزدوج اینو ضرب کنم، مزدوج این چی میشه عزیز من؟ میشه یک به اضافه سینوس ایکس، یک به اضافه سینوس ایکس، این میشه مزدوج. ضرب کرد که چی بشه؟ باید اگر چنگی ضرب کردم اینجا رو بذار بنویسم معلوم بهت میگم. اینه با هم میشه اتحاد مزدوج چی؟ یک منه سینوس دو، یک منه سینوس دو من نمیشه کسینوس به توان دو ایکس دیگه. سال دهم که انقدر بلدم، یک منه سینوس دو با هم میشن، به جاش میشن کسینوس به توان دو چی؟ ایکس. یک از کسینوس ها با این ساده میشه، ساده کاری صورت گرفت. میگم این مدل ساده کاری که ما الان انجام دادیم تو مزدوج ضرب کرد پی دوم بودی، پی دوم چی؟ راستم بود، اینو یادم بود. این مدل ساده کار تو سال دهم توی تمرینی انجام شده. خب انجام دادی، حالا بعدش چی؟ آره میخوام پی دوم بذارم. بذاریم بالا این بار دیگه این صفر نمیشه، سینوس 90 میشه یک، یک به تو یک میشه، جواب چند میشه؟ دو. یه صفر صفر نیست، پایین کسینوس 90 ولی صفره. چه نوع صفری؟ آقا این که پی دوم یه ذره بیشتره از 90 یه ذره بیشتر میشه ناحیه چندم؟ ناحیه چی؟ دوم. ناحیه دوم کسینوس مثبت یا منفی؟ میگی ناحیه دوم کسینوس با منفیه دیگه، منفی بیا صفر چپ دیگه، کسینوس جواب صفر کم تجاد منفیه، پس مخرج صفر چپه. جواب چی میشه؟ میگی جواب بی نهایت، اینجا میشه چی؟ منفی بی نهایت. گزینه میزنم گزینه 4. بریم بعدی، شماره چند؟ 8. حالا شماره 8، اون همرزی که توی بحث مثلثات برای کسینوس گفتم، الان یه خورده داشتم راجع به تانژانت و سینوس میخوایم با هم دیگه چیکار کنیم صحبتش کنیم. فعلا یه حدی به سمت صفر دارم، تانژانت من سینوس تقسیم بر چی؟ ایکس، ایکس به سمت چند؟ صفر. عادی حلش کنیم، یه خورده تشریحی طور مثلا با هم حل کنیم. ببینیم دانش آموز من میفهمه که آقا این صفر صفر میشه، این مشکل نداره، صفر صفر میشه. بعد میره تو فاز ساده کاری، یه سینوس ایکس، اینجا هم کوسینوس ایکس داره، تانژانت دیگه مین های چی؟ سینوس ایکس. پایین هم یه ایکس به توان چند داره؟ سه. ایکس به سمت چی؟ صفر. این مدلی یه سینوس را فاکتور میگیره ازش، سینوس ایکس فاکتور گرفت، یک بر یک کوسینوس ایکس مین چند؟ یک. پایین هم چی هستش؟ ایکس به توان سه، ایکس به سمت صفر. بریم جلوتر، اونجا یه مخرج مشترک میگیریم. البته این مخرج مشترک میگیری، حالا کوسینوس ایکس اینجا میمونه، یک مین چی مونه؟ کوسینوس ایکس دیگه. این مدلی ایکس به سمت صفر، اینجا هم ایکس هست، یک مین کوسینوس که اینجا هست. یه دیگه مزدوج مانند که سر سال قبلی مثلا حل کردیم، مثلا برای خودمون یه ضرب کردیم بالا پایین، یه یک به اضافه کوسینوس بالا پایین ضرب کنیم، شبیه اون. یعنی من الان یه سینوس ایکس دارم، این کسینوس ایکس هم میفرستم تو مخرج، کاری باش ندارم. اینجا ایکس هم داری با اون کار، من گیرم این یک منه کسینوس است. به خاطر این یک منه کسینوس میخوام یه مزدوج ضرب کنم، این مدلی یک به اضافه کسینوس ایکس، اینجا هم یک به اضافه کسینوس ایکس ضرب کنیم مزدوج.
به چه درد میخوره؟ هیچ، به درد چی میخوره؟ حالا با هم سوال میکنم. این دوتا با هم اتحاد مزدوج میشن، این دوتا میشن یکی منه کسونس دو. خب یکی منه کسونس میشه سینوس دو، اون سینوس دو با این سینوس ضرب میشه، میشه سینوس به توان 3x، پایین هم کسینوس x، این هم x، x به سمت چند؟ 0. خب جون کندم تا اینجا رسیدم. حالا تازه یه داستان دیگه هم داریم، یه دیگه یک بجه کسونس x داری اینجا، کاری باشن شوشم اینجا از سینوس x، x هم به توان چند؟ 3، x به سمت 0. یعنی توان ساش جفتشون نمیشن با هم دیگه ریجر پنس. تو کتاب حسابان یکتون سینوس x به x و x به سمت 0 جوابش گفته چیه؟ تو همینجا دیدیش جواب چنده؟ یکی. یاد میاد که انشالله این تیکر رو میگیم جواب چنده؟ یکه. تقریبا گفته خودی کتاب حساب یکمون. صفر بذارم اینجا، صفر بذارم اینجا، یک یکم میشه، جوابش میشه چند؟ یک. یک ضرب در یک هم جوابش میشه چند؟ یک. و تو به جواب رسیدی دیگه. متا این دو ساعت ساده کاری اون وسط تست یه خورده داستانه دیگه، اذیت میکنه دانش آموزا. حالا هم از کسونس یاد گرفتی، هم از سینوس رو یاد بگیر. ببینید بچه ها، اگه سینوس یو به شما دادم، شما همرزی معمولا یو استفاده میکنی، یعنی سینوس رو برمیداری خودش رو میرسی. تانجانت هم دادم بهت، همرزی برمیداری خودش رو میرسی. یعنی اینا دو تا همرزی اولیه هستن که خیلی جاها توی مثلثات کار ما رو راحت میندازن. همرزی اولیه یو هم به سمت چی باشه؟ یو هم به سمت صفر باشه. ها مثلا یه مثال دم دستی اینجا نیا کن. لیمیت من وقتی به شما میدم سینوس 7x نمیدونم تانژانت 3x x به سمت صفر، بچه ها میگن این صفر صفر رومه، سریع به جای سینوس مینوسه چی 7x، این هم میذاره چند 3x، سینوس رو اصلا برداشت، تانژانت رو برداشت، ساده کاری میکنه میگه چند 7 سفرم دیگه، وارد حاشیه آنچنانی نمیشه. اینو مثلا بلده. بعضی موقع هست شما ساده کاری میکنی صفر میشه، یعنی هنوز به حد نرسیدی، ساده کاری میکنی صفر میشه. این ربطی به کل چیز نداره ها، کل همرزی نداره. تو هر همرزی این حرف رو میزنیم ما، حتی تو همرزی که تو کتاب هست، همرزی در بی نهایت هست، هر جا به جای عبارتی ساده همرزش رو گذاشید، عبارت ساده تر رو گذاشید و بعد با ساده کاری یه چیزی هست شد صفر شد، اون همرزی باطله، باید یه حرکت دیگه انجام بدی، باید یه محاسبات دیگر رو وارد بازی کنی. من میام میگم اگه اینو استفاده کردی، اینکه همیشه تو همیشه از سعی کن استفاده کنی، گام اوله استفاده کردی احیانا صفر شد با ساده کاری حذف شد، بیا به جای سینوس یو منهای یو سه ششم برو، به جای تانژانت یو منهای یو به اضافه یو سه سوم برو، اینو مثلا تو گام دوم برو. خیلی این بهش میگیم چی؟ حالا اون اولیه اینجا مثلا بگیم ثانویه، بعضی ما اونا معلم ها میگن ضعیف و قوی مثلا دیگه، هم از دیگه نمیخوام قول بدی یه دار، شاید مثلا برنولی، شاید توی سوالی مثلا حرف زدیم با هم دیگه. این شما سعی کن تو یو به سمت صفر سینوس تانژانت همیشه از این استفاده کنید، این کار شما رو اکثر موقع راه میندازه مطمئنا، حتی تو آزمون آزمایشین. حالا احیانا یه سوال مثل این طراحی کرده باشه که شما همرزی رو بزنی مثلا صفر بشه، با ساده کاری صفر بشه، میگم یه گام جلوتر همرزی رو برو. این همرزی ها یه میشه گفت تقلیدی از کتاب مثلا بچه های رشته های مهندسی هستش که بس تیلور و اینا رو میخونن، ما از اونا مثلا برداشتیم، نداریم اینجا مینویسیم دیگه، که خود محاسباتمون رو سریع تر به سرانجام برسونه. حالا بریم یه همون سوالی باری حل کنیم با هم، حل دوباره. آقا صفر صفر رومه، بله این صفر صفر رومه، مشکل نیست، اون حل عادیش هم که دیدی دیگه. آقا صاحبتی من گفت همیشه اولیه رو استفاده کن، میام دیگه خب باشه اولیه رو استفاده کنیم که ایکس رو کاری باشه، این تانژانت رو تانژانتش رو برمیداری خود ایکس میرمیسی، سینوس هم سینوس رو برمیداری خود ایکس میرمیسی. خب همینجا میبینی این صورت صفر شد، به من گفت که هر وقت صفر شد این همرزی اولیت باطله، ولش کن بیا یه همرزی دیگه بریم با هم دیگه. چی بود اون همرزی ثانویه؟ ببین این وسط به اضافه بود، به اضافه بود صفر نمیشد، میرفتم ساده کاری میکردم بعد حد پیدا میکردم یه چیزی. خب منتها الان اونجا صفر شد، میگم اون اصلا کلا همرزی باطل، اصلا نمیتونی استفاده کنی. ثانویه، آها به من گفت که هر وقت تانژانت داشتی، نیا کن تانژانت داشتی، تانژانت یو بنویس، اون یو به اضافه یو سه چندم سوم نوشتی، سینوس داشتی بنویس ایکس منهای یو منهای یو سه چندم ششم، خب ساده کاری.
دقت کنی این x با این x میره. بالا یه دونه x سوم داری، به اضافه چی اونجا هم چی داری؟ x چندم؟ ششم. این x ششم شما اینجا هم چی هستش؟ x دیگه. خب یه خورده جمع و جور کنیم چه خبر شد. این جمع و جور که داریم میگیم این ایکس ها همه قبول داری که همه با هم میری، یک سوم به اضافه چند؟ یک شیشم. مخرج مشترک 6 میگیرم، دو شیشم اینجا، این هم سه شیشم، جواب میشن یک دوم شما دیگه. این میشه جوابه. حالا اونجا چرا مثلا جواب با اون یکی هماهنگ نشد؟ دلیل هماهنگ نشدنش خیلی واضحه. اینا آقا ثابتی باز هم چیز جا انداخته. نیاکم اینجا که وقتی داشتی مخرج رو مینوشتی یعنی یک به اضافه کسینوس جا افتاده ها، این اصلا حواسش نبوده اینجا، روشنه؟ خب صفر بذاری این یک به اضافه کسینوس تو بازیه دیگه، اینم هست دیگه. مثلا شما اینجا باید یعنی ضرب داره اینجوری هم داشته باشی این مدلی. آه این میشه یک، این میشه یک، اینم که اگه صفر بذارم میشه یک به اضافه یک میشه یک دوم، اینجا هم میشه یک دوم، ضرب میشه اینا میشن جوابشون چند؟ یک دوم. عجب، این هم دیگه سوتی های ماست دیگه، بعض ما پیش میاد دیگه. حالا قرص داستان اینه که شما یه همارزی مثلثاتی سینوس تانژانت رو هم بلد باشی. چرا برای کوتانژانت نگفتی؟ لازم نبود، هر جا دیدی کوتانژانت داخلی صفر میشه کوتانژانت میشه یک بروی تانژانت، از این همین استفاده کن دیگه، مثلا همین بر استفاده کن تانژانت بازی بده. ولی این کار شما راه میدازه. من بعید میدونم شما سر کنکور سوالی داشته باشین که مثلا لازم باشه از این استفاده کنی، یا همون راهکار مثلا ساده کاری مثلثاتیه اگه مثل من سوتی ندید تو رو به جواب میرسونه، یا اینکه تایش مثلا شما همارزی اولی استفاده کنی و به جواب برسی. بازم بگیم کیس رو همارزی ثانویه میری موقعی که اون با ساده کاری صفر شده باشه، حذف بشه، بگید نه دیگه این همارزی اولیه نباید برم، باید برم سراغ همارزی ثانویه. اینم از داستان های 8. بریم شما چند 9 با هم دیگه ببینیم که سراغ 9 چی میگیم. یه تابع درجه یک دارم. خب بعد اگه تابع f درجه یک که ax به ضرب فرمش باید باشه دیگه، حد x به سمت 2 این جواب شده چند؟ 3. خب وایس f من اگه میخوام من روی این حد حرف دارم، روی این حرف دارم، به جای f این تابع درجه یک میذارم، ax به ضرب میذارم. بذار این کار کنم اول، بریم این حدی که تو راجبش تایی صحبت میکنی چه مدل حدیه. این درجه یک، پس f xت ax به ضرب چنده؟ b. الان این حد شما x به سمت 2 اینجا هم x2 منهای 4 2 تا x2 به اضافه ax به اضافه b، جوابش میدونم شده 3. شده 3 2 که گذاشتی بالاخره 2 بذار بینم، 2 بذارم پایین میشه 4 منهای 4، بالا میشه 2 4 2 تا 8 به اضافه 2a به اضافه چند؟ b. به این مخرج 0 شده. چجوری میشه مخرج 0 تو به جواب 3 میرسی؟ نمیشه، این حتما صفر صفرم بوده، تو رفع پام کردی رسیدی به 3. پس این حتما این 8 به اضافه 2a به اضافه b حواس جمع باشه چی بوده؟ صفر بوده، صفر صفرم بوده، رسیدی به 3. حالا صفر صفرم بوده چجوری به 3 رسیدی؟ میگی چی؟ اوپیتال زدت من دیگه، واسه خودش دیگه. اوپیتال مشتق صورت جدا، مشتق مخرج هم جدا. آقا مشتق این مخرج میگی 2x، مشتق صورت بده داشت میشه 4x به اضافه چند؟ آ x مون به سمت چنده؟ 2. 2 بنده این داخل ببینم پای میشه 4، دو بذارم میشه 8 به اضافه. این جوابش باید همون 3 باشه که من داشتم بهت میگفتم. یه تا مسئله میده 8 به اضافه آ میشه چند؟ 12. آ گیرم اومد، دست گره درد نکنه آ گیرم اومد، به کجا گیر بیارم؟ اونا دیگه اونجا حرف زدی دیگه، 4 بذار اینجا 8 و 8 میشن 16 به میشه منفی 16، چون اون رو صفرش کنی نمید بی. حالا ای و بی پیدا کردی، تابع اف ایکس رو آپدیت تحویلت میدم، 4 ایکس منه 16. چی میخواستی؟ آه اف منهای 1، اف منهای 1 منفی میذارم، منفی 4 منهای 16 جواب میشه منفی 20، منفی 20 گزینه چند؟ 1. اینم از این سوال شما چند؟ 9. آماده دهیم. حالا 10 ببینیم چه داستانی داره. حالا 10 ببین، حاصل حد x به سمت 0 براکت سینوس قدر x پایینم قدر x چه شود؟ من میخوام برای یادآوری سه تا نمودار برات بکشم، حتی دو تاش رو حفظ، هر سه تاش هم حفظی شما مسلمه. این چی میکشم برات؟ اول یه نمودار اون ایگرگ مساوی با ایکس رو میکشم. ایگرگ مساوی با ایکس منظورم چیه؟ نیم سازن های اول صفر کشیدم، این نمودار ایگرگ مساوی چنده؟ ایکس. دوم میخوام سینوس رو رسم کنم. خب سینوس به حفظ هم که نمودارش نیست، نه؟ سینوس رو حفظ هستی؟ خوبه، این مدلیه.
بقیهش کو بقیهش رو نمیخوام، من اطراف صفر میخوام حرف بزنم. سینوس یا بقیهش چی میشه مهم نیست اصلا برای من، همینو میخوام. این شد سینوس چی؟ سینوس ایکس برای شما، نمودار سینوس ایکس. یه نمودار دیگه هم میخوام، نمودار بعدی که میخوام رسم کنم برای تانجانته. تانجانته یا تا بین دوتا مثلا مجانبه قائم بود، لوره دربنده یا همچین چیزی، همشون نمیخوام. من فقط این تیکه تانجانتو میخوام که اینجا میره بالا اینجا میره پایین، اینم تانجانت ایکسه. این نمودار خیلی کمکم میکنه تو حدهایی به این فرم که ایک دوتا تست کنکور داشته مستقیما، اینجوری نیست که همینجوری رو هوا بگه آسالتو باز خوش داره میگه، تست مستقیم کنکور داشته. خب ببینیم چی میگه. اولا به سمت صفر که شما ببین دید اولی است، این دید اولی است، دید اولی که تو داری. خود اصابتی گفت آقا مگه این داخلش صفر نمیشه؟ میگه مار چرا؟ میگه خودش گفت که همارزی سینوس، سینوسش رو بردار خودش رو بنویس، بعد این میشه براکت یک. منتها میگم وایس وایس، این اگه این براکت نبود تو الان میگفتی یک، منم حرفی نمیزدم، روشن شد منم حرفی نمیزدم. میگفتی براکت چنو یکی، چون این یکی یک حد گرفتنی بود، یه حد گرفتی رسیدی به اینجا، چنو یکی، یک بیشتر باشه جا میذارم یک، یک کمتر باشه جا میذارم چند صفر، این مهمه برای من چنو یکی. من اینجا رو گیر میکنم، داستان شده. بیا حرکت دیگه انجام بدیم، اونم اینه. آقا این که داری میگی صفر، این اینجا میبینید نمود قدر ایکس تکرار شده، برای قدر ایکس یه اسم انتخاب کن، اسمش رو میگیریم مثلا چی، تی 100% x به سمت صفر باشه، من میدونم که t به سمت چیه، قدر صفر، هم صفر راست باشه هم صفر چپ باشه، میشه حتما صفر چی راست. یعنی من چه هر صفری بدم، هر نوع صفری راست یا چپ بدم، تو جواب این صفر راست پیدا میکنی. حد تو بازنویسی کن یه بار دیگه، میگی t به سمت صفر چی راست، صفر راست. اینجا هم میگی سینوس t، پایین هم میگی t. خوبه، جواب اینم که میدونیم اصلا طبق کتابان حسابانی یکی اون میگه یک، اصلا همون سینوس ایکس ایکس اومه دیگه، یک از سه بیشتر اونور 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 یه خورده اونور سمت راست. آقا سینوس بالاتره یا این تیه، سینوس بالاتره یا این نمودار نیمسازه، میگی اون نیمسازه، پس میگم یک میشه، صورتش کمتره، اینجا میشه از یک یه خورده چی کمتر. گرفتیش رو؟ آخ گرفتم. خب جوابش میشه چند صفر از یک کمتر، بیشتر دیگر رو نمودار جواب بدیم. حالا ممکنه دانش آموزی بگه من حال نمی کنم با این نمودار، میخوام روش دیگه یاد بگیرم، برای اونم دارم، برای اون چی دارم. حالا حل دوم، آقا ثابتی به من گفت که یه همارزی دیگه هم دارم، یوم این های یوسه شیشون برای چی سینوس، همارزی دوم دارم. میگه آره، میگه از همونجا ایکس به سمت صفر این قدر ایکسه، این یو، یو رو می نویسم یو منهای یو سه، این به توان سه چندم شیشم، اینو بیا حرف بزنی با هم. خب خوبه، همه قدر ایکس دارم، به قدر ایکس ساده. خوبه، این تقسیم قدر ایکس میشه یک، این تقسیم قدر ایکس میشه قدر ایکس به توان دو چندم شیشم. حالا توش صفر میذارم، میگم الان اگه توش صفر بذاری اینجا 100% صفر شیشم صفره، این تیکه حتما از صفر بیشتر، به این مثبت تقسیم مثبته، یک مینا یه نمور از صفر بیشتر 100% از یک چی میشه کمتر و جوابش میشه صفر. این راهکار دوم دیگه نمودار نمیخواد دیگه، ولی من خودم اون نمودار رو بیشتر دوست دارم که سمت راست چپ اینا رو قشنگ با هم دیگه چا کنیم مطالعه کنیم. روشن شد قضیه؟ اینم از سال شماره چند؟ 10.